سلام، امروز با 139مین شطرنجی سراغ شما آمدیم. موضوع بحث امروزمون هم فیشه، یعنی این چیه؟ منظورم از فیش این نبود که دارم فارسی اسپیک میکنم، منظورم این فیشه. بله، همین فیش، فیش های حقوق کارگزاران نظام که بهش میگن فیش های حقوق نجومی. اهل ستاره شناسی هستین دیگه، چون رقماش یه جورای نجومیه. بریم ببینیم داستان چی بوده. داستان فیش حقوقهای نجومی کارگزاری آخوندها خیلی وقته که وایرال شده. داستان از این چند تا فیش شروع شد، فیش های چند ده میلیونی که کاسه کوزه دزدای نظامو به هم ریخت. منظورم این فیش هست. مبلغ خاص قابل پرداخت میکنه به عبارتی 422,264,205 ریال. خلاصه بگیم 42 تومن. این یکی 50 تومن، اینم 70 تومن. 175 ساعت اضافه کاری، یعنی هر روز علاوه بر 8 ساعت کار معمول تقریبا 8 ساعت هم اضافه کاری کردن. یکی کمک کنه تو رو خدا، روزی 8 ساعت اضافه کاری رو کجای دلم بذارم؟ خلاصه گند قضیه بالا گرفت و من نبودم، دستم بود و تقصیر آستینم بود، رسید به اونجا که رئیس بیمه رژیم رو استعفاوندن. گفتن بعدن از خجالت در میاییم، فعلا بکش کنار تا آبا از آسیاب بیفته. رئیس کل بیمه مرکزی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی استعفا و از مردم عذرخواهی کرد. این استعفا در پی افشای حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه در چند روز اخیر صورت گرفته است. اما داستان تموم نشد، این تازه شروعش بود. کارگزاره نظام در باند خامنه‌ای هم که بیل به هوا ایستاده بودن، سوار موج شدن که از این آب گلالود واسه خودشون و باندشون ماهی بگیرن. مثلا یه مقاله هایی نوشتن که بیا و ببین. تصمیم نوشت که آقا این داستان فیشای نجومی رسوایی حقوقی نیست، رسوایی ایدئولوژیکه. علی خاتمی تو نماز جمعه زنجان گفت که دریافت حقوقهای نجومی خیانت به آرمانهای انقلابه. این وسط نوبخت سخنگوی دولت روحانی خواست موضوع کوچیک جلوه بده و ورداشت گفت حالا 30-40 تا مدیر بودن که تخلف داشتن، اما داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارتجاع که دید تنور داغه گفت اینطور هم نیست، 950 نفر بودن. محمد هاشمی رفسنجانی هم هشدار داد که فکر نکنین این داستان فقط سر باند ما خراب میشه ها، مردم اینو به کل نظام تعمیم میدن و میگن همه مثل همن، سراته یک کرباسن. البته خرچنگ نظام هم تو این جنگ و دعوای باندی سهم خودشو داشت، اما از این زاویه وارد شد و گفت من نمیخوام خیلی باز کنم، ولی یه کلمه تو دلم هست دارم منفجر میشم نگم. بابا یه زوجه اینه جوان میخوان 10 میلیون وام بگیرن، جونشون به لب میرسه، اون وقت یه مرتبه چشم باز میکنن فلان مسئول فلان مقدار، حالا تعیین نمی کنم، یا بعضی ها میگن همه حقوق دوره خدمتمون را بذاریم رو هم به اندازه حقوق یک ماه فلان مسئول نمیشه. این حرفا را جدی بگیرید آقایان. سرتون رو درد نیارم، اونقدر این داستان بالا گرفت و بالا گرفت که چندین و چند بار مصاحبه تلویزیونی با کارگزاره نظام حول این موضوع ترتیب دادن. یکیش با طیب نیا وزیر اقتصاد سابق روحانی که اونم بند و به آب داد که آقا اصلا این داستان جدید نیست که، از یه سال و نیم پیش با خبر بودن. اوایل سال 94 بود که ما متوجه شدیم پرداخت‌های بالایی در قالب تسهیلات در برخی شرکت‌های تابع صورت گرفته که نرخ سود آن 4% و یا حتی کمتر بود، آن هم با ارقامی بعضاً چند صد میلیونی. آها، یعنی فقط از اون موقع مشخص بود؟ واقعا اگه علی چپ نبود اینا خودشونو به کدوم کوچه میزدن؟ بگذاریم، نتیجه تمام این جنگ و دعوا این شد که نوبخت دوباره اومد به میدون و همچین حرفی زد. رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس،
اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور و مقامات همتراز. همه اینها رو مشخص کردیم در یک گروه، گفتیم که حتما همه پرداخت ها از هر مسیری میشه حتما باید زیر 10 میلیون تومان باشه. اما باند روحانی رفسنجانی که دیدن تو این داستان بعد جوری ضربه خوردن، آخوند پور محمدی سردشکیم دادگستریشون رو هم فرستادن به تیویدیش که یه همچین حرفی بزنه. این اتفاق فقط دولت نیست، خیلی دارش وسیع تر از دولته. یعنی کجاها؟ همه جا رو پوشش میده، همه جا. بله، این یکی رو راست گفت. گر حکم شود که دزد گیرند، در نظام ولایت فقیه هر آن که هست گیرند. حالا شما ایشالا قافیه رو میبخشید دیگه. البته کارگزارای نظام در مجلس ارتجاع هم بیکار نبودن، اونا هم یه طرح بردن و فوریتش رو تصویب کردن. حالا اون طرح چی بود؟ اجازه بدین که یکی از اعضای خود مجلسشون اینو بگه. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود. یعنی اگر 100 میلیون دریافت کرده باید 200 میلیون پرداخت بکنه. ولی این طرحی که جدیداً به اصطلاح یک فوریت آن تایید خودش از مجلس گرفته و آمده در کمیسیون، اینجا داره همون وجه رو معلوم میشه. اینجا یه مقداری مماشات شده و یه مقداری تعجیل شده. این همون چیزیه که آقای رئیس بانک رو عرض کنم با سلام و صلوات بدرقش میکنن. ملاحظه فرمودین وقتی دزدا میخوان دزدای دیگر رو مثلا تعقیب کنن، نتیجهش میشه سلام و صلوات. حالا به نظرتون چطور شد که اینا وارد چنین بازی شدن؟ آیا این بازی برای هر دو باند نظام یه بازی باخت باخت نبود؟ چرا؟ بود؟ اما چاره ای نداشتن. فضای مجازی و حقیقی پر شده بود از فریاد اعتراض. مثلا یک نمونه از اون اعتراضات کارگران منگنز و نارچ، بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه است. تسنیم اینطور تیرت زده. فریاد بی صدای کارگران بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه در قم. حقوق نجومی نخواستیم، دستمزد خودمان را بدهید. در ادامه هم نوشته عنوان بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه تنها گوشه‌ای از عظمت این نعمت خدادادی است که برای هر که آب داشت، برای کارگرانش نان نداشت. کارگرانی که ماهاست دست خالی شرمنده خانواده‌های خود هستند. این تنها یک نمونه از اعتراضاته که در این رسانه رژیم منعکس شده. فریادهای دادخواهی کارگران میهنمون اونقدر بلنده که تمامی ارکان نظام رو به لرزه انداخته، طوری که حتی مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس ارتجاع، با اشاره به اینکه یکی 800 هزار تومان و دیگری 100 میلیون تومان میگیره، از وجود ناعدالتی در مکانیزم پرداخت حقوق صحبت کرد. یا حتی آخوند مصلحی، وزیر سابق اطلاعات، اذعان میکنه که نظام اشرافیگری در رژیم ولایت فقیه برای دوام خودش تمایل به حفظ فقر در جامعه داره. بله دوستان، ذکر نمونه های بیشتر در زمان کوتاهی که داریم نمی کنجه، اما فکر کنم همین ها کافی باشه. تو نظام ولایت فقیه دزد اینجا، دزد اونجا، دزد همه جا. فریادهای آی دزد، آی دزد، اینا فقط واسه رد گم کنیه. به امید اون روزی که از علی گدا و 40 دزد که چه عرض کنم 40 هزار دزدش خلاص بشیم. تا شطرنجی بعد، خدا نگهدار.